أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله تبارک و تعالی و له المثل الاعلا فی السماوات و الارض. نثار روح و روان مطهر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس عقیله بنی هاشم خانم زینب کبرا شهدای کربلا و همه شهیدان راه حق و حقیقت صلوات عنایت بفرمایید. موضوع بحثمون در محضر مبارکتون تحلیل معرفتی حادثه عاشورا بود. عرض کردیم که طبع ما انسان ها عادتمون اینه که حوادث مهم زندگیمون رو تحلیل میکنیم، بدون تحلیل از کنارشون رد نمیشیم، چون بهره ای که از اون حادثه به ما میرسه یا ضرری که از اون حادثه از ما دفع میشه به واسطه تحلیل و بررسی اون حادثه ایجاد میشه. لذا طبع انسان حوادث مهم رو، یعنی انسان رو طبعش دعوت میکنه که حوادث مهم رو تحلیل کنه. نوع مواجهه ما با حادثه عاشورا و زنده بودن یاد و خاطرش تو دل ما، تو سبک زندگیمون، توی نظر و نظراتمون، توی این پیرمشکیامون یه طوری تجلی پیدا کرده که اثبات میشه برای ما این حادثه مهمه. وقتی مهم بود تحلیل باید شود تا ازش بهره منشیم. تحلیل حادثه عاشورا یه مقدماتی داره. نمیشه انسان یه کتاب تاریخ ورداره و بدون مقدمه بتونه با خوندن تاریخ اون حادثه تحلیل خوبی از این حادثه به دست بیاره. مهمترین مقدمه تحلیل بهتر حادثه عاشورا معرفت به شخصیت سید و شهداست به عنوان شخصیت محوری داستان عاشورا. ادعای ما اینه تو این بحث که اگر کسی نسبت به امام حسین علیه السلام قبل از خوندن تاریخ عاشورا معرفت نداشته باشد، با خواندن حادثه عاشورا نه تنها شانس بهره‌مندی ندارد، بلکه در خطر انحراف هم قرار میگیره. جایگاه امام علیه السلام، سیره امام، اندیشه های امام اینقدر حساس، اینقدر پر ظرافت هست که اگر خوب فهمیده نشه موجب گرفتاری میشه. این حادثه رو ما درباره قرآن هم داریم. قرآن کریم میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این قرآنی که میتواند شفا بخش و رحمت باشد میتونه باعث افزایش ضرر هم باشد. ولا یزید الظالمین الا خسارا. عین این حالت تو ارتباط با امام معصوم رخ میده. حتی وقتی فهمیده بشود امام معصوم، این خطر وجود داره، چه برسه به وقتی که امام معصوم رفتارهاش خوب فهمیده نشه، ظرافتهاش گرفته نشه. وقتی که امام معصوم 100% از مجرا و ناودان تمایلات و تمنیات و خواهشهای ما عبور کنه. لذا عرضمون اینه که باید نسبت به امام معصوم معرفت حاصل کنیم از اون جاهایی که میشه معرفت حاصل کرد، بعد بریم سراغ این مقطع 165 روزه تاریخی که خبر مرگ معاویه میرسه به مدینه و امام حسین از مدینه خارج میشه و مکه میره و از مکه میره سمت کوفه و کوفه راه نمیدن، میره کربلا. خوندن حوادث این 165 روز به تنهایی ما رو برای رسیدن به یک تحلیل جامع یاری نخواهد کرد، مگر اینکه با
شخصیت آشنا بشیم. اول که با شخصیت آشنا شدیم یه محک بسیار مناسبی دستمون میفته، میتونیم رفتارها رو بررسی کنیم. دیدید توی همین زندگی روزمرمون، مثلا شما یه بازیگری رو میشناسید، 10 تا فیلم ازش دیدید، این بازیگر فیلم هایی که شما ازش دیدید مثلا همش فیلم طنز بوده، حالا هوس میکنه بعد از سالها کار سینمایی و کار هنری بیاد توی نقش مثلا جدی بازی کنه، دیگه طنز بازی نکنه، تا چند وقت اصلا به دل شما نمیشینه، میگه من شناختی که از اون دارم، ذهنیتی که از این آدم دارم، یه آدم غریبه نگاه کنه میگه توی نقشم خوب داره انصافا نقشش رو ایفا میکنه، ولی ذهنیت شما نمیذاره شما اون بازیگر رو تو نقشش خوب ببینید. یا یک نفر همیشه نقش منفی بازی کرده، یه بار که میخواد بچه مثبت سینما باشه شما تلقیه به قبول نمی کنید ازش. شما اگر پیش از خوندن تاریخ و رفتن سر صحنه های تاریخی تصویر مناسبی از امام معصوم نداشته باشید، سر صحنه ها نمیتونید تشخیص بدید که این نقش، این کلمه، این حرف، این فحش، این جمله‌ای که متلک آمیز بیان شده تو تاریخ به امام حسین علیه السلام میخوره یا نمیخوره. لذا ما به این تحلیل میگیم تحلیل معرفتی، یعنی قبل از رفتن سراغ صحنه های تاریخی باید با شخصیت آشنا بشی که بعد خودت معیار و میزان داشته باشی، دستت بتونی با این معیار و میزان بگی این حرفه به قامت امام معصوم نمیخوره، امام معصوم قرار بود اینطوری نباشه. خب برای کسب معرفت، اول من این جمله رو عرض کنم خدمتتون، روی این کلمه معرفت توقفی کنید. نگفتیم شناختن ویژگی های امام معصوم، نگفتیم علم به ویژگی های امام معصوم، چون شناخت و دانش و علم کفایت نمی کنه. ممکنه یه آدمی باشه خیلی هم آدم بدکاری باشه، خیلی رفتارهای ناشایستی داشته باشه، یک سطح پایینی از هوش هم داشته باشه، یه جزوه از ویژگی های امام معصوم بهش بدن، بگن امام معصوم همان گونه که خدا میبخشد او هم میبخشد، امام معصوم همان گونه که خدا ستار العیوب است ستار العیوب است، اصلا دعای جوشن کبیر بدن دستش، بگن هر چی اینجا برای خدا گفته تو امام معصوم هم تجلی پیدا میکنه، اونم حفظ کنه بداند. این کافی نیست برای ورود به داستان کربلا، علم کافی نیست، معرفت میخواد. یه وقت شما میدانید که آتش میسوزاند، به این میگن علم به سوزانندگی آتش، این دانشه، این یه تصویر ذهنیست از یه واقعیت خارجی به نام سوزانندگی آتش، تو ذهن شما نقش بسته میشه علم، درست شد؟ یه وقت شما دستت میره تو آتش، با همه وجودت سوزانندگی آتش رو لمس میکنه، این معرفته. این که ما میگیم باید معرفت به سید و شهدا باشد، معرفت یه گام کوچیکش دانستن ویژگی هاست، گام اصلیش ایجاد سنخیت در ما نسبت به اوست. یعنی وقتی میگی امام آقا من میخوام داستان کربلا رو خوب بفهمم، داداش تا یه نمی از دریای بخشندگی امام تو وجودت نباشه نمیتونی چیزایی رو حذف کنی. این همون حادثه‌ای که دیشب به صورت اشاره گفتم، تقریبا 500 سال پیش در زمان شاه اسماعیل صفوی، مرحوم اسد نعمت الله جزایری در کتاب انوار و نعمانیه این داستان رو نقل کرده. خود اسد نعمت الله جزایری یه 100 سالی 110 20 سالی فاصله داشته تا وقوع این حادثه. در زمان شاه اسماعیل صفوی که اولین پادشاه صفوی و بنیانگذار سلسله صفوی بوده، خب و ایشون اومد جریان تشیع رو تو ایران جدی کرد، اشهد ان علی ام ولی الله رو دستور داد وارد اذان کنن، به خطبا فرمان داد که تو خطبه‌هاشون نام اهل بیت عصمت و طهارت 12 امام رو بیارن. در زمان ایشون همزمان با این جریان فتوحاتش که منطقه به منطقه رو فتح می‌کرد و شیعه رو رسمی اعلام میکرد، تو بغداد رسیده بود که شنید تو کربلا یه اختلافی رخ داده بین هیئتی‌ها متدینین عاشقان امام حسین،
دیدید تو هیئت‌های خودمون هم این اختلافات هست، آقا فلان کارو کنیم با بدنمون حلاله، اونا حرام، با هم دعوا میکنن، جنگ به پا میکنن سر اینکه حالا این کار حلاله یا حرامه. هزار تا حلال و حرام مترتب بر یه فرع فقهی میشه که این وسط مثلا مرجع من اینو گفته، مرجع تون. این بحثو بین هیئتیا بود. بحث چی بود؟ بحث این بود که آیا خدا حر رو بخشیده یا نه. یه عده قبول نمی‌کردن، میگفتن اصلا نمی‌سازه با موازین، این کار قابل بخشش نیست، زن به لا یغفره، چون جبران نشده، چون حر جلو امام حسین گرفته بود، نذاشته بود بیاد تو کوفه، نذاشته بود برگرده، بعد حضرت کمربندی کوفه رو دور زده بود اومده بود کربلا. کسی از مکه حرکت کنه بره سمت کربلا، کوفه بین مکه و کربلا که نیست که، کوفه اول بعد کربلاست. حضرت خواست بده تو کوفه، نذاشتن، از کنار کوفه رد شد تا رسیدن به کربلا. گفت من مأمورم نه داخل بری نه برگردی، حالا جای دیگه میخوای بری من همراهت میام. که حضرت هم حرکت کرد تا دیگه کربلا متوقف شد. خب مگه روز عاشورا حر جلو جمعیت وایساد گفت آقا من این آقا رسوندم اینجا الان میخوام توبه کنم بعد جبرانش کنم؟ منطقا طبق منطق اونایی که میگن خدا گناه رو نمیبخشه، بعد برگردونم این آقا رو بسونم همون نقطه قبل از کوفه، بگم حالا اختیار داری بفهمید داخل کوفه دوست داری برگرد برو تا من گناهم جبران بشه. استدلالشون این بود کسی که یک ظلم میکرد حق و ناس دیگه، حق الله، همه حق ها با اهل بیت، همه حق ها اینجا یک جا رخ داده، یه حق نیست که بگیم حالا میشه به جوری از کنارش رد شد. این طبق این میزانی که الان بعضی ها تو بحث بخشندگی معاصی مطرح میکنن واقعا حر قابل بخشش نبوده، لذا بحث جدی شده بود آیا مشمول آیه ان الله یغفر الذنوب جمیعا میشود یا امام ظلم به امام معصوم در حکم شرک است که شرک ذنب لا یغفر است. و کلی بحث وقتی میخوان بحث کنن دیدید که هزار تا بنیان فلسفی خلق میشه که یه کاری بشه یا یه کاری نشه. آقای شاه اسماعیل دید خب این اختلافات شایسته نیست، پاشد اومد کربلا گفت آقا من حلش میکنم، این استدلال علمایی و صغرا و کبرا نمیخواد، من میرم سر اصل نتیجه. گفت چیکار میکنی؟ گفت من قبر رو میشکافم. قبر حر رو که شکاف دیدیم بدن تر و تازه است، یه دستمالی هم به پیشانیش بسته است. گفت این دستمال تبرکی منه، من آبرو دادم، من آبروشو خریدم. دستمالی که باز کرد دید خونه تازه جاری شد. از این کرامت ها هست، قابل انکار نیست. باورشون نمیشد مردم، جدی باورش نمیشه. چرا باورش نمیشه؟ خونده تو قرآن که ان یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگان من که در معصیت بر نفس خودتون اسراف کردید، زیاده روی کردید، همه چی رو زدید به هم دیگه، نومید نشید از رحمت پروردگار. اینا رو شنیده، ادامه آیه هم شنیده که با 16-17 تا صنعت ادبی خدا داره میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ان آورده جمله اسمیه، آورده فعل مضارع یغفر آورده که دال بر استمرار است، جمع محلا به الف لام آورده، ذنوب رو با الف لام آورده، بعدش هم یه جمعیان آورده که دیگه من لور و ترک و فارس و بلوچ همه بفهمن، جمیع همش رو میبخشه، همه یه گناهان رو میبخشه. اینا رو میدونه ولی هیچ بویی نه که از بخشندگی نبرده. این علم تبدیل به معرفت نمیشه، رشدی براش نیورده این دانش. اگه کسی با این دانش بره سراغ داستان عاشورا، اون لحظه مواجهه امام حسین با حر براش قابل هضم نیست، یعنی نمیتونه ازش درس‌های اخلاقی لازم رو بگیره. خیلی اینطوری یعنی یه شب قدر داستان حر رو میگه، تو زندگیش جاری نیست، اونم برای زینت المجلسش میگه، میگه یه بهانه باشد، یه عده تشویق، ازش یه مبنای اخلاقی در نمیاره که مردم با خدا احساس راحتی کنن، تو این احساس راحتی اون گوهر بندگی در بیاد. میگه نه، اگه اون سایه خوف و خشیت و جبن و ترس و از رو سر مردم برداریم خطرناک میشه. حالا یه شب وای میسیم دنگمون میگیره، رحمت خدا حرف میزنیم که اینا فکر نکنن خدا همش میزنه و میکشه و میسوزونه.
تبدیل به یه مبنا نمیشه. مبنای تربیتیشون همون داستان ترسوندن و زور و فشار و تحمیله. ولی کسی که این حس رو داشت، این تجربه رو داشت، تجربه شیرین بخشندگی تو زندگی شخصی و اجتماعی خودش براش رخ داده بود، این واقعا به این باور میرسه که جامعه با گذشت اداره میشه. لذا قانون هم میخواد بنویسه، بنای قانون بر اینه، میخواد اصول تربیتی هم طراحی کنه، اصول تربیتش رو بر این مبنا طراحی میکنه، وگرنه هیچ کس نیست که این آیات رو قبول نداشته باشه. ولی این آیات براشون تبدیل به مبنا نمیشود، از توش یه نظام فکری تولید نمیشه. یه خداییست گاهی مواقع هم میبخشد، دستش درد نکنه. خب ما هم گاهی مواقع میبخشیم، تفاوتی نمیکنه. این دیگه ما فوق ما یوسف نیست، ما فوق وصف ما نیست که، ما درکش میکنه مثل خودمونه. یه وقتایی حالش خوبه، دست بخشنده داره، یه وقتی هم نم از کف مشتش نمیفته. پس مقدمه قطعی برای خوندن تاریخ عاشورا که انسان هم در خورد تاریخ‌های این حادثه، هم در سطح کلانش بتونه یه تحلیل مناسبی داشته باشد، این است که با امام حسین سنخیت پیدا کنه با حال و هواش. اگر این سنخیت در انسان رخ داد، بعد میتونه تو داستان روبرو شدن امام حسین با عمر سعد خیلی حرف‌های خوبی بزنه، خیلی برداشت‌های خوبی کنه. ما الان تو سطح کلان، تو سطح بزرگانمون داریم، میگه امام حسین نشست روبرو عمر سعد، نهیب زد بهش. یا مه تو اونجا دیدی لحنشو، مگه حالشو دیدی؟ بعد اگه نهیب زده باشه، این نهیب کیه؟ این داستانی که الان ما نسبت به امام حسین داریم مطرح میکنیم تو قرآن هم هست. کسانی که بدون معرفت الله برن سراغ قرآن، قرآن بیچاره شون میکنه، میشه منشور خشونت و بد اخلاقی. ولی یه آدمی که میدونه خدا کریمه، میگه الکریم اذا وعده، این آدم امیرالمومنین ها، آدم کمی نیست، با یه جمله هزاران مشکل فکری و فلسفی رو حل میکنه. یا قرآن دارید میخونید، بدونید این حرفا رو کی داره میزنه، چی جوری داره میزنه، با چه حالی میزنه. اگه اینا رو ندونید، قرآن کتاب خوبی نیست براتون. قرآن رو دست و رو نشسته نمیشه رفت. لا یمسه الا المطهرون. یه آدمی که طهارت باطن داره، یعنی تکبر نداره، غرور نداره، طمع نداره، بدبینی نداره، اهل بخشش، اهل کرامت، اهل جود، هزار تا ویژگی خوب داره، تمام ویژگی های بدم توش افول پیدا کرده یا رخ بربسته و رفته، این میتونه ظرافت های قرآن رو بفهمه. اگر نه، وقتی قرآن رو میخونه فقط دنبال احکامه. 500 تا آیه از قرآن تو چشش پررنگ میشه، اینا رو هم برمیداره مثل پتک، هدیه نمیده به مردم. احکام الهی پیشنهادهای خدا برای رشد بشریت و درشون زمیمه آورده که زمیمهش این بوده پیغمبر، هنرشو داری بدون زور اینا رو تحویل مردم بدی، مردم بیان بالا؟ بسم الله، هنرشو نداری، زحمت ما رو زیاد نکن. اگه میتونی بدون زور، بسم الله، اف انت تکره الناس انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. 10-12 تا آیه تو قرآن، اونقدر که حالا ما با فهم ناقصمون بررسی کردیم، زمیمه و پیوست دستورات قرآنه. آقای پیغمبر جب نگیره بگیه لیست بالا بلند دستورات خدا داره، ها، همه این دستورات بعد تو لفافه ای از عشق و محبت و فضای رشد باشه. اگر زمیمش کردی اجبار و تحکم و تحمیل رو، دیگه از توش توحید در نمیاد، از توش رشد انسان در نمیاد. قرآن هم داستانش مثل امام حسینه، یعنی قرآن هم بدون معرفت خدا، بعد بشینی فکر کنی بگی خدای بی نهایت چجور موجودی میتونه باشه، اصلا بی نهایت رو تحلیل کنی تو ذهنت. یه موجودیست که به هیچ کس نیازی ندارد، وقتی بی نهایت شد صفاتش رو انبیا میان توصیف میکنن، اون صفات رو تو ذهنت حلاجی میکنی،
با اون صفات پیشینی که تو ذهنت میره قرآن میخونه. امیرالمومنین میگه ما قرآن خوندیم دیدیم که هر جا وعید اومده این وعید رو انجام نمیده، چون الکریم اذا وعده وفا، وقتی وعده کنه وفا میکنه، اذا توعده عفا. به بچهش گفته درس نخونی تابستون ما همه میریم مسافرت و تنها باید بمونی تو خونه، تهدید دیگه. اگه انجام نداد دروغ گفته، نه بابا لطف کرده. اگه تابستون شد گفت پسر تو هم بساطت رو جمع کن میخوام بریم، ای بابای دروغ گفت تو گفته بودی من تو رو نمیبرم. میگه بابا وقتی عفو کرد این لطفشه، این دروغ نیست که. امیرالمومنین میگه ما اینطوری قرآن میخونیم. امام صادق میفرماید ما این قرآن رو شنیدیم، شما میخونید، ما شنیدیم، لحنش حزن بود، با دلسوزی بود. ان القرآن به به، این حدیث چقدر آقا سید خوبه. ان القرآن نزل بالحزن فقرعوه بالحزن. شاهنامه نبود که هیدر میزد و عمانه میزد، تنمبر میزد و مردانه میزد، کتاب حماسه نبود. یک پادشاه قداری عصبانی نشده بود که حالا بخواد شاخشونه بکشه و تهدید کنه و بزنه و بسوزونه و بعد بگه دلم خنک شد و براتون دارم. و وقتی با این ذهنیت رفتی سراغ قرآن، قرآن خراب میشه هان، میشه ولا یزید و ظالمین الا خسارا. داستان عاشورا هم دقیقا همینه، اصلا امام معصوم همینه، نه داستان تاریخیش که ناقص رسیده. شما با امام معصوم هم زندگی کنید باید روحیاتش رو بشناسید تا بتونید بهره ببرید. لذا زیارت هم گفتم با معرفت، منظار الحسین به کربلا عارفن به حقه که منظار الله فی عرشه. منظار الحسین به کربلا عارفن به حقه کان من محدث الله فوق عرشه. مثل کسی میمونه که بشینه با خدا گپ بزنه تو فوق عرش. یعنی ارتباط با امام حسینی که میشناسیش هیچ تفاوتی با ارتباط با خدا ندارد. هر آنچه در ارتباط با خدا قرار بود نصیب شما بشود در ارتباط، ولی به یه شرط، 95% راه رو بعد خودت بیای، بعد دریچه های معرفت رو باز کنی، خودت رو نباید دست کم بگیری. تو مخاطب خدایی، تو مخاطب امامی، عقلت خیلی محترمه، هیچ کس حق نداره عقل تو رو به توهین بکشه، تحقیرش کنه، بگه نمیفهمی، درک نمیکنی، این حرف تخصصیه. هیچ کس حق نداره اینطوری تو سر جامعه بزنه. بعد بهت میدون بده، انقدر رفتار مذهبی از خودت نشون بدی، اشتباه هم باشه مهم نیست، تو از درون بجوش جوهر ارتباط با خدا تا فهم انسان بیدار بشه. ولی جامعه ما این کار نکرده، سیستم آموزشی ما این کار نکرده. همه دارن به ما میگن تو نمیفهمی خدا چی گفته، همه دارن میگه خودت به تنهایی در نه، خودت به تنهایی بشین فکر کن، جسارت هم داشته باش تو فکر کردن، جامعه هم بهت زمینه این جسارت ها رو بده، بذار اشتباه کنی. ولی نتیجه این نشست و برخاست، این زمین خوردن های میشه که تو دونده میشی، تو میتونی حرکت کنی، تو میتونی رشد معنوی کنی. حالا 4 تا مسئله هر کسی به صورت تخصصی نمیدونه میره یاد میگیره، ولی این سطح از افتضاحه. این تعطیل عقل مردم، این همه استفتاءات. متدینین خیلی خوشحال نباشن که خیلی مراجعه میکنن، یعنی آدمای خوبی هن. حتی اونایی که صادقان هست، حالا اونایی که برای فرار از تکلیف شرعیه دنبال راه فرار میگردن، هیچی. هموناشون هم که صادقانه هی سوال میکنن، هی استخاره میکنن و هی خود تأمل کنن در درون خودشون. به عقل خودمون احترام بذاریم، جسارت هم داشته باشیم. آقای یا و عبدالله، من احساس میکنم شما این حرف رو نزدید، مطرحش هم میکنم، چیزی هم نمیشه. حالا شاید 4 روز دیگه فهمیدم اشتباه کردم، میگم آقا من اشتباه کردم. حالا بقیه هم منتظر نموندن حرف ما رو بشنون، ولی من حقو دارم که فهمم رو بگم، به اشتراک بذارم، تو گفتن فهمم هم تواضع داشته باشم، یعنی اگه یه فهم برتری بهش برخوردم بپذیرم. پس مقدمه قطعی ورود به تاریخ عاشورا اینه که ما توقف کنیم، همین کار زیبایی که آسد حسن آقا داره انجام، از دعای عرفه بر شروع کنید تا برید تو کربلا بفهمی امام حسین در مقابل عمر اسد چه حالی داره، وگرنه کلمات رهزنت میشه.
الان یه کسی که داستان رو کلا تو ژانر سیاسی میبینه فکر میکنه امام حسین داره باج میده به عمر سعد. یه کسی که خودش همش تو با دیگران تو معامله است، خب عمر سعد چی میشه داستان؟ لحنم میذاره روش دیگه. آقا ما اینجا یه خونه ای داریم، بالاخره مصادرهش میکنن، کلی زحمت کشیدیم، وقتی از مدینه اومدیم کوفه سرمایه‌مون همین بوده، اینا مدینه مدنی بودن دیگه، اومدن کوفه موندن، زحمت کشیدن بیرون شهر یه باقی آباد کردم. آقا فهمون خب ما که حاکم نبودیم، یه شهروند بودیم، تلاش اقتصادی کردیم، سرمایه داریم، بهت باغ میدیم، خونه میدیم، خونه تو آباد میکنیم. خودم اینو چجوری میتونه بفهمه؟ کسی که حال و هوای امام رو از قبل ندونه نمیتونه اینا رو تحلیل کنه. خط کلی معرفت، بریم سراغ پرده بعدی بحث، خط کلی معرفت امام این آیه است که در دو سوره خدای متعال فرموده، یکی 27 روم، یکی 60 نحل. تو این دوتا آیه میفرماید وله المثل الاعلا فی السماوات والارض. خدا خودش میگه، میگه من خدایی که مثل ندارم اما مثل دارم. جالب شد بحث، مثل ندارم اما مثل دارم، یعنی کسی در ذات مثل من نیست ولی بعضی ها ویژگی ها و صفات منو تجلی دادن، نشون دادن. شما تو سر صحنه داستان حور که مواجه بشی باورت میشه اون ان الله یغفر الذنوب جمیعا رو اونو شنیده بودی از ویژگی های خدا که خدا همه گناه ها رو میبخشه، ولی تو هیچ که نیده بودی، حتی مادرمون هم ما رو نمیبخشه. یه جایی روز نیست که مادرها بچه هاشون آه و ناله و نفرین نکنن و نقد نکنند و برویشون نزنند و گوش دلشون زخ نباشه دیگه. هم مادر مهربانتر که ما نداریم، که ما ندیدیم واقعا کسی که همه اشتباهات آدم رو نکه نبینه. یه بار خدمتتون عرض کردم، نمیگه خدا همه گناهاتون رو میبخشه، چون اون عفوه. زدی تو گوشش، میگه خود نمیزنم بهت، من نمیزنم، میشه بخشش، عفو. صف هم نمیگه، صف این بود که یه بچه مثلا چنگ میزنه صورت مادرش زخم میشه جاش، همه میگن چی شد، میگه دورش بگردم، ناخونش تیزه بچه‌م، الهی فداتشم با این ناخ. اصلا توجه نداره به این، به رو خودش نمیاره، این میشه صف. میگه ان الله یعفو یسبح، میگه نه ان الله یغفر الذنوب. یغفر یعنی تمام منفیهاشو مثبت میکنه. آیه قرآن یبدل الله سیئاتهم حسنات، چرا؟ چون ان الله غفور رحیم، از رو غفرانش تمام منفیای ما رو مثبت میکنه، یعنی توی چرخه ما رو قرار میده، ما هممون رشد میکنیم، همه نمره منفیا رو خودمون مثبت میکنیم. فرمان نیست آقا این پروندهشو بیارید، خب همش منفی، همه رو مثبت کن. این که مسخره است، این که پروسه رشد نیست. یک شرایطی خدای تبارک و تعالی تو همین جهان یا در قبل، نمیدونم برزخ، قیامت، در مراحل تکامل ما یه شرایطی فراهم میکنه، ما تمام منفیامون میشه مثبت. یعنی الان اینجا چش ندارم ببینم داداشم پرایدشو کرده مثلا پژو که جفتشون هم مفت نمیارزه، ولی واقعا اونجا عشق میکنم داداشم رفته بالا، میگم خب سرفرازی ماست رفته بالا، کیف میکنه. توی جریان انسان رو قرار میده، این مدیر، این ربوبیت پروردگاره، این مربیگری خداست. اینه که هر روز بهمون گفتن روبروش واسه بگو به به عجب ربوبیتی داری، الحمدلله رب العالمین، تمام این عالمین رو داری طی برنامه منظم تو مسیری قرار میدی که منفیاشون تبدیل به مثبت بشه. من فقط تو رو میخوام، من فقط حواسم به توه، ایاک نعبد و ایاک. این سوره هم خیلی سوره خوبیه واقعا، اگه آدم به نگاه تکلیفی بهش نکنه، یه خود از این فضای حلال و حروم و این ذهنیت فقهی فاصله بگیریم، خیلی سوره قشنگیه. با بی نهایت رحمت مواجه شدی، بعد خودتو متصل به اون میدونی، بعد باش حرف میزنی، حرفای مهم میزنی، ادعاهای بزرگ میکنی، چون اونجا بهت این اجازه رو دادن. چلو هر کس دیگه میگفتی من فقط تو رو میخوام، میگو برو بابا دلت خوش اومدی ما رو رنگ کنی،
ولی انقدر میدون رو باز میبینی، انقدر آغوش رو گرم میدونی که احساس میکنی میتونی باش حرف بزنی، میتونی باش عاشقانه حرف بزنی، حرفای بزرگتر از دهن بزنی، تو عظمت پیدا میکنی. معرفت امام حسین اگه اومد، مسئله بخشیدن حر فهم میشه، هضم میشه، جزء فرهنگ انسان میشه. خب اگر این نگاه نبود، هی میره تو تاریخ میگرده میگه ببین روایتش ضعیفه، یه محققی از بچه های دانشگاه نمیدونم علامه طباطبایی تو رشته علوم انسانی الهیات معارف اومده کار کرده دیده این سنده خیلی چیزه، حالا مدعا گفتن همینطور افتاده تو دهنا دیگه، داستان خوب فهمیده نمیشه. میرن میگردن چون با یه سری از اون فضاهای فرهنگیشون سازگار نیست، سری میرن سراغ سند. ما مأمور نیستیم که اول سند رو بررسی کنیم، که ما برای رشد عقلیمون نه از اهل بیت نه از خدا، هر آدمی حرفی رو شنیدیم فرمودن انظروا الی ما قال لا تنظروا الی من قال، اصلا نگاه نکن کی گفته سندش چیه، ببین چی داره میگه. این میتونی حرف رو بدون گویندش توی فضای خلأ فرهنگی بررسیش کنه، ببین حرف چقدر ارزش داره، ارزش محتوایی داره. پس شرط لازم، تکرار میکنم چون میخوام این سلسله بحثمون انشاءالله به جای مناسبی برسه، بحثمون اینه که قبل از داستان عاشورا باید امام حسین رو خوب بفهمیم و تو صفاتش یه سنخیتکی، ما نمیتونیم سنخیت تام پیدا کنیم که همین که مثلا حالا نمیخواد دشمنمون اون که قتل مرتکب خواهرمون رو ببخشیم، مثلا 20 سال رفیقمون بوده حالا یه خطایی کرده، خطاش هم بزرگ بوده، آسیب جدی زده بهمون، آبرومون رو اصلا برده، زیرابمون رو زده، این کارا برای ما دوستامون زیاد میکنن، اخبارمون رو برده، توی جلسه ما ناراحت شدیم یه چیزی گفتیم بعد رفتیم دیدیم تو پروندهمون اون اومده، مثلا آدم بودیم دیگه ناراحت شده بودیم، درک نکرد ناراحتی ما رو، ببخشیمش. حالا اون که خیلی خسارت های سنگین زده نه، اگر این سنخیتک یک سنخیت کمی در ما شکل گرفت، به همون اندازه که سنخیت پیدا کنیم فهم میکنیم از داستان. لا یمسه الا المطهرون، هرچی نهاد انسان پاکتر شد، هرچی اخلاق انسان کاملتر شد، متعالیتر شد، بیشتر میتونه. لذا شما میبینید یه دفعه وسط این همه تحلیلگر تو داستان عاشورا، وسط این همه هزاران هزار یا ده ها صد ها هزار آخوندی که تالا تو تالا طول تاریخ اومدن داستان کربلا تعریف کردن، یه دفعه یه آقای بهجت که اصلا به تحلیلگر تاریخی بودن شناخته نمیشه، یعنی جزء مورخین رسمی نیست، اصلا تدریس نکرده تاریخو، یه دفعه میاد میری میگرده از توی یکی از کلمات مثلا شیخ مفید که هیچکی ندیده، به زاغه هیچکی خوش در نیامده، میاد در میاره میگه که امام حسین یه جایی صحبت کرده بود با عمر صد، گفته بود که برو با امیر عبیداللهت صحبت کن، این بازی به هم بخوره تو کربلا، این که میخواید حسین کش بشید، این که میخواید جنایت مرتکب بشید، من خودم میرم با یزید حرف میزنم. این خیلی باید روح مسالمت آمیز و صلح جویی آدم داشته باشه که این قطعه گمنام تاریخی که به ذائقه هیچ مورخی خوش نیومده، هیچ کس اصلا نخواسته ببینش، بلکه خیلی ها زحمت کشیدن یه بررسی کنن، میگن شیخ مفید خیلی محترمه، قبول همه چی، ولی یه ولی بذاره پاش از کنارش رد شه. این سنخیت هست، شدت مسالمت جویی آدم، شدت صلح طلبی آدم سبب میشه اون جاهایی که امام داره رو دنده صلح پیش میره به زاغه آقای بهجت خوش بیاد، بگه اینه ها، بعد میره میگه با چیزای دیگه هم جور در میاد، چون که گفته بودن که عبیدالله امام حسین بین دو تا چیز گذاشته بوده، یا ذلت یا مرگ،
امام گفته بوده نه ما چیز دیگه میخوایم، نه ذلت نه شهادت، میریم حرف میزنیم، میریم گفتگو میکنیم. چرا فکر میکنید کاری که بعدن میخواد بشه، شاید بعدن شد، حالا تا بعدن خیلی مونده، این روحیه صلحجوه دیگه. یکیسی که چشمشو میذاره رو هم دیگه، نه این ورم میبینه نه اون، نه آقا ما که در نهایت میخوام کشته بشیم، من حرفم. آقا کی گفته؟ سنخیت وقتی انسان پیدا کرد، یه ظرافتهایی تو این داستان هست، تو رجزها هست، تو گفتگوها هست، تو گفتگو با دوستان هست، تو گفتگو با دشمنان هست. بعد از این طهارت باطن میاد، بعد از این رشد اخلاقی که انسان متخلق میره تاریخ کربلا رو میخونه. اگر این رشد رخ نداد، متاسفانه ما محروم میشیم. اینه که الان سرمایه ما، سرجمع سرمایه معنوی و اخلاقی ما از داستان عاشورا تناسب با این حجم از تبلیغات عاشورایی نداره. چرا؟ چون که تحلیلگران حادثه عاشورا تحلیل معرفتی نمی کنن. زورشو این تحلیلگر ما گذاشته که سنده، حالا این که آقا علی اصغر رو دست گرفت، جلو خیمه دست گرفت، یا جلو سپاه دشمن دست گرفت، بعد به قیافه امام نمیخوره که جلو سپاه دشمن التماس کنه، چون نمیخوره پس میریم بررسی میکنیم میگیم سند اون که جلو خیمه سری بچه رو بهش دادن با تیر زد اون قوی تره، پس حضرت بچه رو دست نگرفته، گرفته و بغل شیر مثلا ملاتفت کنه، وداع کنه، بعد اینطوری شد داستان. میره زیراب تاریخ رو میزنه، خودش از اون سرمایه تاریخی. ولی کسی که میدونه امام حسین امام هدایته، میگه امام هدایت میتونه از ظرفیت علی اصغر برای هدایت اون جامعه استفاده کنه. یعنی وقتی با پیش مقدمه میره جلو، با شناخت میره جلو، با حال امام حسین میره جلو، دیگه نمیگه این ذلت بود، این التماس بود و از این دست حرف ها. این بحث رو انشالله به امید خدا، اگه خدا کمکمون کنه، با حالا بیشتر تاریخ براتون میگم، قطعات تاریخی که سازگار با این سنخیت روحی، یعنی با کسب معرفت، یا شما احساس میکنید به صورت کامل. البته بحثای من امیدوارم که مکمل بحثای آسد حسن آقا باشه، یعنی من تو جست و گریخته تو رامیام گوش میکنم، خیلی جالبه برام. این پایه‌ای که ما از تو دعای عرفه به کربلا برسیم خیلی پایه مبارکیه بچه ها، اینو قدرشو بدونید، یه سرمایه فرهنگی میشه برای یه عمرتون، چون واقعا این مباحث قحطیه. یه سری حالا برای تفنن و اینها به جلسات دیگه بزنید گوش کنید، قدر این معارف تونسته بشه تو گفتگوهاتون انجام بده، تو خانواده‌هاتون بگید مامان بشین این حرفو برات بزنم، بابا بشین، یه خود تعصب نشون بده رو جریان امام حسین، بذاریم این حرفها، این مثالها، این عنوان، حتی عنوان این بحث، آقا ما رفتیم به روزه امام حسین دارن یا آقای دعای عرفه بحث میکنه، اینا فرهنگ سازی میکنه، تأثیرات خودش رو آرام آرام میذاره. این امام حسین کربلا همون امام حسین دعای عرف است. اینا کمک میکنه که انشالله خود حال جامعه بهتر بشه. این صحنه حماسی کربلا توش عرفان بیشتر دیده بشه. این تعادل عرفان و حماسه توش انشالله حفظ بشه. خدا به همتون سلامتی بده. سلامتی خودتون، خانواده هاتون، امام زمانمون، فرج امام زمان. انشالله هممون از این سفره پرفیض حضرت ابا عبدالله الحسین بهره مند بشیم. بر محمد و آل محمد صلوات.